سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جدید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود. در برنامه امشب تفسیر خبر نگاهی میاندازیم به آنچه که قائم مقام وزارت تعاون درباره خرید و فروش کودکان ایرانی در دروازه غار گفته است. دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان حقوق بشر در ایران با اعتراض گسترده وزارت خارجه و دیگر نهادهای جمهوری فقیه روبرو شده است. این همه در حالی است که قرار است پس فردا چهارشنبه مذاکرات میان کارشناسان اتمی جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 آغاز شود. به هفته آینده مذاکرات میان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نمایندگان 5 به اضافه 1 درباره مسئله اتمی جمهوری اسلامی. در دبی نیز گزارشی منتشر شده مبنی بر افزایش سرمایه گذاری های ایران در املاک دبی و نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران. گفتگو میکنیم در این برنامه با آقای دکتر رضا تقی‌زاده کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان و آقای علی آلفونه کارشناس امور اقتصادی و به ویژه کارشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده سلام به شما. ایمان عزیزی که در برنامه داریم. خب آقای تقی‌زاده گذشته از هر چیزی پیش از هر موضوعی آنچه که هفته گذشته شما به در برنامه گفتید و موضوع شوخی بود عنوان برخی از رسانه‌های خبری وزارت اطلاعات در تهران شد درباره آمدن آقای نتانیاهو به واشنگتن. خب این رفتن آقای نتانیاهو به واشنگتن که خبر غیر مترقبه ای نبود. اینا واکنش هایی است که ظاهرا مسئولین امنیتی ایران دوست دارن نسبت به این وقایع داشته باشن. به هر حال به نظر من از کنار اون اگر بگذریم و با همون نگاه خنده ارزیابیش کنیم شاید سیاست بهتری باشه. دقیقا همین هست، اما اگر این خنده دار هست متاسفانه تأثیر انگیز خرید و فروش کودکان در دروازه غار آقای حسینی قائم مقام وزارت تعاون در جمهوری اسلامی پرده از این راز که نیست، یعنی آشکاره، همه میتونن ببینن. در این زمینه سخنان گزارشی قابل توجهی ده. خرید و فروش دختران از هنوز به دنیا نیومده میخرن بچه ها رو در کشور نفتخیز ایران. آقای تقی‌زاده بفرمایید چرا چنین هست؟ چرا وضعیت اقتصادی ایران چنین هست؟ من امروز تصادفاً همراه با تهیه برنامه شما مطلبی دارم در یکی از این سایت های دیگه در مورد وضعیت نفت و گاز که اگر مجال دیگری در این برنامه بود مجزا به اون میپردازیم. آقای روحانی وقتی به روی کار آمد با معرفی آقای زنگنه اعلام کرد که میخواد وضعیت نفت و گاز رو از شرایط اسفباری که در دوره احمدی نژاد بود دوچار شده بود نجات بده و یکی از چهره های با تجربه جمهوری اسلامی رو به کار گرفت، یعنی آقای زنگنه که سابقه 20 سال وزارت داشت و تصور میکرد با آمدن زنگنه و داشتن نگاه تازه بدون هر نوع تغییر دیگری در بقیه ساختار حاکمیت و یا سیاست های جمهوری اسلامی قادر به شکستن تنگه این کار بزرگ هست، ولی
در پایان 8 ماه از عمر دولت آقای روحانی میبینیم که وضعیت به همون شرایط سابق باقی است. کشوری که ترکیب ثروت فسیلی اون یعنی نفت و گاز از هر کشور دیگر دنیا بزرگتر و با ارزشتر هست، اقتصادی رو در کنار خودش داره که شما به گوشه ای از اون اشاره کردید، یعنی فروختن بچه هایی که هنوز به دنیا نیامدن و این یکی از نمادهای فقر در جامعه ما هست و میزان اعتیاد یکی از نمادهای دیگر بالا بودن میزان جرم و خلاف و جنایت و همینطور آمار متعارفی اقتصادی که ناشی از اثبات حضور فقر در هر جامعه دیگری است، مثل نرخ بالای بیکاری و همینطور میزان بالای تورم، عارضه هایی که مردم ما، کشور ما، اقتصاد ملی ایران از اون سالهاست رنج میبرند و اینها نتیجه های مستقیم اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست های غلط جمهوری اسلامی است. این گفته درسته که از خانم اشتون نقل کردن یا من در جایی نوشتم که جمهوری اسلامی رو نمیشه فقط با لبخند آقای ظریف قضاوت کرد، به غیر از چهره ای که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلاش میکنه از تغییر ماهیت جمهوری اسلامی ترسیم بکنه، چهره های دیگری هم در جمهوری اسلامی وجود دارن که بدون تغییر اونها ماهیت جمهوری اسلامی تغییر نمیکنه و بدون تغییر ماهیت جمهوری اسلامی مشکلاتی که مردم در طول 35 سال گذشته با اون روبرو بودن، من جمله فقر اقتصادی، همراه اونها خواهد بود و ادامه پیدا خواهد کرد. ما بر روی دریای نفت و گاز زندگی میکنیم ولی موج فقر تقریبا هیچ خانواری رو از آسیب‌های خودش در ایران امان و در امنیت نگه نداشته. آقای علی آلفونه، نخستین بار هست در این دوره جدید تفسیر خبر با من و شما هستن از واشنگتن. آقای آلفونه دارای تحقیقات پژوهش‌های بسیاری هستند در ارتباط با نقش سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف ایران، به ویژه عرصه‌های اقتصادی. دارای تألیفاتی هستند، مقالات متعددی از ایشون به زبانهای فارسی و انگلیسی در واشنگتن و رسانه‌های خبری فارسی زبان و انگلیسی زبان و زبانهای دیگه منتشر شده، سخنرانی‌های مختلفی داشتن و بیوگرافی طولانی‌تر از وقت برنامه ما. به ایشون، به اتفاق شما بینندگان عزیز، به آقای علی آلفونه خوش آمدید. آقای چلنگ عزیز، من هم به شما و تمام بینندگان تلویزیون سلام دارم و متشکر هستم که این امکان رو به من دادید که تحقیق خودم رو با بینندگان شما در میون بگذارم، خصوصا در مورد فعالیت‌های سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد، سیاست و عرصه‌های امنیتی کشورم. سپاسگزارم هستم آقای آلفونه. آقای آلفونه بفرمایید، در همین زمینه که آقای طرح‌زاده اشاره کردن، نفت و گاز، صنعت نفت و گاز ایران، سپاه پاسداران چه نقشی داره که به هر حال نهایتا منجر میشه به اینکه کودکان در کمتر از 1 کیلومتری کاخ آقای خامنه ای اونجا به خرید و فروش میشن در دروازه بار؟ بفرمایید. بله، ببینید، نقش سپاه پاسداران و فعالیت‌های این نهاد در جمهوری اسلامی، خصوصا در عرصه اقتصاد، متأسفانه یکی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه که با اتفاقا با به همین وجه هم اینها به خودشون اجازه میدن که در دوران صلح دست به فعالیت اقتصادی بزنن. یکی از مباحثی که بعد از پایان جنگ مطرح بود این بود که دولت مداران اون زمان در دوران آقای ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به شدت نگران بودند که این نیروی ربع میلیونی، یعنی 250 هزار نفر اعضای سپاه که از جبهه به شهرها و روستاهای خودشون باز میگشتن، با بیکاری روبرو بشن و این ارتش بیکاران در عمل به یک کودتای نظامی بر علیه نظام بیانجامه، خصوصا از این جهت که جنگ ایران و عراق پایان فوق‌العاده ناگواری برای ایران داشت و این شعار جنگ جنگ تا پیروزی صد البته محقق نشده بود.
پس آقای رفسنجانی در عمل سعی بر این داشت که وفاداری اعضای سپاه رو بخره و اونها رو در ترغیب به دخالت در اقتصاد ایران کرد و ادعا داشتن که الان دوران سازندگی است و شما از همون بولدوزرهایی که در دوران جنگ با اونها سنگرسازی میکردید استفاده کنید برای ساختن زیربنای اقتصادی کشور، برای راهسازی، برای مدرسه سازی و حتی سپاه و بسیج رو تا درجه در پروژه های نفتی هم دخالت دادن. ولی این دخالت خیلی محدود بود در دوران آقای رفسنجانی. دخالت سپاه در عرصه فعالیت های نفتی در دوران آقای خصوصا احمدی نژاد واقعا شتاب گرفت و شرکت خاتم الانبیا در ساختن پایپلاین یعنی لوله های عظیم نفتی مشارکت داده شد و خصوصا از اون جهت که به خاطر تحریم های خارجی کشورهای خارجی مثل حتی شرکت های مالزی، ترکیه و صد البته توتال و شل و غیره نمیتونستند برای کمک به ایران بشتابند برای این فعالیت های گازی و نفتی ما در خلیج فارس، خیلی از این وظایف داده شدش به خاتم الانبیا در این دوره و از همین جهت هم این پروژه ها متاسفانه به شکست انجامید به خاطر اینکه اصولا نیروی مهندسی خاتم الانبیا این امکان رو نداشت که بتونه این پروژه های عظیم رو خصوصا در خود دریا آفشور پیش ببره و حتی یکی از دکل های عظیم این شرکت خاتم الانبیا در اعماق خلیج فارس الان غرق شده و این سرمایه ملی ایران بودش که در این دوره برباد رفت. آقای روحانی به نظر میرسه سیاست جدیدی رو پیش گرفته و از خطر دخالت‌های سپاه پاسداران نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه سیاست هم آگاه هست و ایشون این ادعا رو میکنه که سعی بر این داره تا سپاه رو از اقتصاد بیرون کنه و اتفاقا به همین بهانه تحریم‌های خارجی سعی بر این داره که مالکیت چندین شرکت بزرگ رو از سپاه بگیره، ولی حقیقت امر اینه که فقط در یک مورد موفق شده تا سپاه رو مجبور به این بکنه که یک شرکتی رو مالکیتش رو مجدداً به دولت واگذار کنن که همون شرکت صدراست که اینها از اپراتورهای بزرگ بنادر جنوب ایران هستند و این تنها شرکتی که سپاه به دولت برگردونده که البته جواب سپاه هم قتل نائب وزیری بود که پیام رو در مورد این شرکت به سپاه داد. پس این مبارزه ادامه داره و بازندگان بزرگ صد البته مردم ایران هستند که ثروت نفت به اونها نمیرسه بلکه کماکان این ثروت به بانک ها و مراکز اقتصادی سپاه خارج میشه. پرسش این هستش که این درگیری هایی که آقای آلفونه اشاره کردن تا چه اندازه دست کم یکی از این جناها به اصطلاح نمایندگی میکنه منافع مردم رو، ملی مردم رو، تا چه اندازه این هست یا اینکه همونطور که برخی میگن یک درگیری بین باندهای اقتصادی تشکیل دهنده جمهوری فقیه هست فقط و منافع شخصی این باندها؟ من تصور نمی کنم جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از برنامه ریزی هاش اولویت رو به منافع ملی ایران بده و طبیعتاً اولویت ها در جمهوری اسلامی به بقای جمهوری اسلامی در درجه دوم به تغذیه جناح حاکم میرسه و مردم در این مجموعه فقط نقش چرخ پنجم رو دارن. هر جناحی که حاکم است یا دست بالا رو داره بی تردید از این منافع سهم بیشتر میبره. یک زمانی دوره 8 ساله اصلاح طلب هاست و اونها به اندازه کافی با همون تعبیری که ازش به عنوان انقلاب خاقانی یاد میکنن به اون چی که میخوان میرسن. بعد 8000 نفر وابستگان به اصلاحات کنار میرن و گروه دیگری از جناح‌های حاکمیت به روی کار میان، اونها هم 8 سال باز مشغول تغذیه خودشون میشن و بعد 8 سال بعد دوباره آهنگ عوض میشه. این تغییر ریتما، تغییر آهنگ هایی است که حاکمیت جمهوری اسلامی برای بازی کردن با انتظارات مردم و برآوردن خواسته های اونها
و دفاع از منافع ملی ایران میکنه. بنابراین شاید اصلا طرح این مسئله که آیا جناح ها در این بازی سهمی در جهت همسویی با در جهت منافع ملی ایران دارن یا اندیشه همسویی با اونها دارن، به نظرم یه مقدار قیاس ملفارقه. به این جنبندی رو لااقل مردم ایران به خوبی به اون رسیدن. خب نه، ببینید مثلا در همینجا الان آقای آلفون اشاره کردن، آقای روحانی شرکت صدرا رو از چنگ سپاه پاسداران در آورد. این شرکت میدونید نظیر شرکت های دولتی دیگه ای که اول شکل مصادره ای داشتن، بعدن به تصرف بانک های دولتی در اومدن و بعد بخشی از این سهام رو تا اونجایی که امکان براش فراهم بود یا مصالح مالی اونها ایجاب میکرد سپاه تصرف کرد و بعد زمانی که اینها از حالت سوددهی در آمدن باز بخشی از اونها رو به بخش نیمه خصوصی یا دولتی برگردون. شرکت صدرا یکی از همین شرکت هاست که بخشی از مالکیت اون در اختیار سپاه قرار گرفت و بعد یک معامله چند صد میلیونی سوری انجام شد و بعد که مسائل مربوط به اکتشاف تولید نفت به حال رکود در اومد و قرارگاه دیگه منافع مالی کافی در این بخش از تجارت نداشتون رو رها کرد. من یه نکته دیگر رو در ادامه سخنان میهمان شما بگم، اینکه سپاه با چه انگیزه‌ای وارد کارهای اقتصادی شد. تا حد زیاد این حرف درسته که اونها رو میخواستن مشغول نگه دارن و بعد در کنار بودجه دولتی برای اونها ضمن مشغول کردن درآمدی هم فراهم بکنن، ولی این حرف که سپاه از ظرفیتاش برای کمک به مردم، کمک به اقتصاد ملی و کمک به اجرای طرح‌ها استفاده میکنه واقعا یک دروغ بزرگه. همین سه روز پیش جانشین آقای رستم قاسمی در قرارگاه خاتم الانبیا که مجری حالا بزرگ طرح‌های نفت و گاز شده و هنوز بعد از کنار رفتن دولت احمدی نژاد این کارها رو ادامه میده، یک بازدید کردن از پالایشگاه در دست ساختمانی که از اون به عنوان ستاره خلیج فارس یاد میشه. این پالایشگاه قرار است در حدود 360 هزار بشکه در روز نفت ظرفیتش باشه و تولید بنزین یکی از محصولات این پالایشگاهه. این آقای فرمانده قرارگاه که با آقای زنگنه وزیر نفت به دیدن این پالایشگاه رفته بود گفته بود که ما دو سه طرح داریم و آخر این حرفا این بود که یا این طرح رو ما در یک فاز یا در دو فاز یا به صورت تدریجی اون رو انجام بدیم، ولی شرط انجام این کار این است که قبلا وزارت نفت و دولت سر کیسه رو شل بکنن و به اندازه کافی پول در اختیار ما قرار بدن. حالا شما مقایسه بکنید یک نیروی نظامی که در هر کشور متعارفی دیگری مسئولیتش دفاع از مرزهاست، حالا بگین این دولت شکل امنیتی داره و این آدمهای نظامی مسئولیتشون خفه نگه داشتن مردمه، ولی کار اقتصادی و تولیدی دیگه چی؟ حالا کشیدن لوله به نوعی خاکبرداری است و یکی از راه‌های پولساز پیمانکاری است برای شرکت‌هایی که میخوان کلاه کلاه کنن و بتونن بدون داشتن هر وسیله‌ای برای اندازه‌گیری حجم خدمت کار و ارزش اون پولی به جیب بزنن بدون دادن محاسبات به کسی که مجری کار هست. ولی ساختن یک پالایشگاه که حتی تکنولوژی اون از دست دولت و کارشناسان نفت هم خارجه، یک گروه نظامی که وظیفه‌شون دفاع از مرزهاست و یا در بدترین شرایط خفه نگه داشتن مردم، این پالایشگاه چطوری قابل توجیه واگذاری ساختنش به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا و اونها هم علیه همه دعاوی که نوع رفسنجانی آقای روحانی و قبل از او احمدی نژاد میکردن که از ظرفیت‌های سپاه برای اجرای طرح‌های ملی استفاده بکنیم، اولین و آخرین دغدغه‌شون پوله. میگن اگر پول دادید ما به صورت دلالی میریم نقشه کار یا وسیله ها رو به صورت قاچاق و نقد یا نسیه از خارج میاریم و بقیه کارهای اجرایی رو به شرکت‌های زیر مجموعه خودمون به صورت پیمانکاری واگذار می‌کنیم. نقش شما چیه؟ ظاهرا مدیریت کلان است بر این اجرای طرح‌ها که در عمل تنها هدفش سوداوری است. بنابراین برخلاف همه ادعاها حتی سپاه و قرارگاه برای توجیه منفعت خودشون هم در ظاهر و در خبرهای روز گامی بر نمی‌دارند که همراه باشه با ادعاهای
مقامات کلانتر حکومت که سپاه از ظرفیتاش برای اجرای طرحهای ملی استفاده میشه. خب آقای تقی‌زاده اشاره کردن که سپاه پاسداران نقشش به عنوان نیروی نظامی دفاع از مرزهای کشور هست، اما همونطور که در اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، در اساسنامه‌اش هم همین اومده و بارها مورد تاکید قرار گرفته که حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب وظیفه اصلی سپاه است. یکی از دستاوردهای انقلاب هم همین داستان هست که از 23 بهمن ماه آغاز شده، مصادره اموال مردم، دارایی های مردم و مصادره سرمایه های ملی مردم ایران مثل نفت. آقای آلفونه عزیز، شما بفرمایید که این عرصه فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران های محدود به داخل کشور میشه یا نه؟ به اون برای آبهای خلیج فارس و در شمال بحر خزر، به اون برای بحر خزر هم میرسه و اروپا و آمریکا و کانادا. بله، این پرسش خوبیه، ولی جمع‌آوری اطلاعات در مورد فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران خارج از کشور برای پژوهشگران فوق‌العاده دشواره. یکی از مواردی که پژوهش در مورد اون برای ما نسبتاً راحت‌تر بوده، این مانیتورینگ و دنبال کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دبی و اصولاً در امارات متحده عربی پیش از اینکه این دولت محلی دبی با ایالات متحده در مورد تحریم جمهوری اسلامی همکاری بیشتری بکنه. در اون زمان ما متوجه شدیم که سپاه پاسداران سرمایه گذاری های عظیم در بخش ساختمان در دبی داشته و اتفاقا زمانی که اقتصاد غرب با بحران روبرو شد و بهای مسکن در دبی هم تقریبا باعث دوچار مشکل شد، سپاه پاسداران هم اتفاقا از همین این زاویه به شدت متضرر شد و بعد هم که به خاطر تحریم ها مجبور شدش که خیلی از این پروژه ها رو تعطیل کنه. ولی در همین این مدت ما متوجه شدیم که واقعا فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران خارج از کشور چه ابعادی داره و صد البته اگر که در خود ایران هم سرداران سپاه ادعا دارند که فعالیت اقتصادیشون برای پیشرفت اقتصاد ایرانه و برای کمک به اصطلاح طبقه مستضعف در مناطق دورافتاده و محروم ایران، دبی صد البته از مناطق محروم و دورافتاده نیست و این صد البته به هیچ وجه هم وظیفه سپاه پاسداران نبوده و نیست که چنین فعالیت‌های اقتصادی خارج از کشور داشته باشه. یک مسئله دیگه که تقریبا برای ما روشن شده اینه که سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین برای پیدا کردن بنادر نسبتاً امنی و بانک‌های نسبتاً مطمئنی برای حفظ ذخایر ارزی خودش سعی بر این داشته که در بانک‌های آسیایی از جمله در مالزی و حتی از اون بیشتر در چین هم پول خودش رو از تحریم‌ها دور نگه داره، که این هم مجدداً نشون میده که فعالیت‌های بانکی سپاه پاسداران هم صد البته برای خدمت رسانی به اعضای سپاه نیست، چون که ادعای فرماندهان سپاه اینه که مثلا این بانک انصار المجاهدین یا شرکت تعاون سپاه یا شرکت تعاون بسیج، اینها مؤسسه های اقتصادی هستند که به اعضای سپاه پاسداران وام میدن و صد البته شعبات این بانک ها و مراکز فعالیت اقتصادی در چین و مالزی نمیتونن چنین سرویسی رو به اعضای سپاه و بسیج در ایران بدهن و این هم خودش نشانه از این دارد که سپاه پاسداران دلیلی برای فعالیت در مسائل اقتصادی نمیبینه جز سوددهی، سودی که حقیقتشو بخواد هیچ گزارشی هم در مورد اون به مردم ایران داده نمیشه.
فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران و بسیج و غیره در عمل مثل یک بسته، یک جعبه سیاهیه که هیچ وقت برای مردم ایران گشوده نشده و این نهاد نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی به هیچ وجه حاضر نبوده که گزارشی بده و شفافیتی ایجاد بکنه در مورد فعالیت های خودش. آقای تقی‌زاده، الان در مورد صنعت نفت و گاز اشاره کرده، یک نظریه وجود داره که حمایت روسیه از جمهوری اسلامی از یک طرف و کارشکنی نسبت داده شده به روسیه برای جلوگیری از عادی شدن روابط جمهوری اسلامی و غرب، یکیش هم اینه که جمهوری اسلامی یعنی نتونه وارد بازار گاز بین المللی بشه به یک شکلی، مخصوصا با توجه به اوضاع جاری در اوکراین هم این موضوع خیلی این روزا مورد بحث هست. این نظر تا چند اندازه درسته؟ این نظری است که حداقل من درش خودم رو شریک می‌بینم. مخالفت روسیه، مخالفت پنهان روسیه با وارد شدن ایران به بازار گاز اروپا مسئله تازه‌ای نیست. ایران از نزدیک به 40 سال قبل، حدود 8-10 سال قبل از انقلاب، در اندیشه صدور گاز به اروپا بوده و تبدیل شدن به یک شریک انرژی اروپا، اون زمان که هنوز ذخیره بزرگ موسوم به پارس جنوبی که بزرگترین ذخیره گازی دنیا هست هنوز کشف نشده بود و ایران ظرفیت‌های گازیش بسیار محدودتر از ذخایر امروز بود و لوله ایگات یکی کشیده شد، با این نیت بود که در مسیر موازی لوله دومی برای صدور گاز به اروپا کشیده بشه. این نیت بعد از اینکه پارس جنوبی کشف شد طبیعتاً اعتبار بیشتری پیدا کرد، ولی شرکت گازپروم که بزرگترین شرکت گازی دنیا هست و متعلق به روسیه، هیئت مدیره و مدیر عامل اون رو دولت روسیه عملاً تعیین میکنن، ضمن اینکه این شرکت بروی کاغذ حداقل خصوصی است، مخالف این بوده که بازار انحصاری صادرات گازش به اروپا با حضور ایران خدشه‌دار بشه. روس‌ها در حدود 150 میلیون متر مکعب روزانه گاز به اروپا صادر می‌کنند که این چیزی در حدود 30% مصرف گاز اروپا است و اونها بزرگترین صادرکننده گاز به این منطقه هستند. ایران میتونه حتی نه با افزایش ظرفیت تولید گاز، با صرفه‌جویی گازی که بدون داشتن بازده مناسب در ایران سوخت میشه، نیمی از ظرفیت صادرات گاز روسیه به اروپا رو به خودش اختصاص بده. روسیه خیلی علاقمند بود زمانی که بعد از دوره دوم خاتمی امکان توسعه ظرفیت گاز ایران فراهم شده بود، صدور گاز این رو ایران رو متوجه آسیا بکنه، برای اینکه اروپا رو به خودش نزدیکتر میدید، اروپا رو بازار مناسبتری میدید، بازار پولدارتری میدید و همراه با صدور گاز میتونست نفوذ سیاسی در جامعه اروپا برای خودش دست پا بکنه. به این علت از کشیدن لوله معروف به لوله صلح، یعنی صدور گاز ایران به پاکستان و بعد به هند، حمایت میکرد و حتی آماده شده بود در صورتی که ایران اعتبار کافی برای کشیدن لوله نداشته باشه سرمایه گذاری هم بکنه، فقط با این هدف که ایران رو از بازار اروپا منحرف بکنه و اگر صادرات اضافی، ظرفیت تولید اضافی داشت، این ظرفیت رو متوجه بازارهای آسیایی بکنه. خب این حالت مخالفت همچنان وجود داره و روسیه از تمام اهرم‌های سیاسی، اهرم‌های مالی و امکانات نفوذیش استفاده میکنه برای اینکه ایران رو پشت دروازه های اروپا نگه داره، در حالی که ایران به راحتی میتونه در فاصله 2-3 سال با ظرفیتی نزدیک به 100 میلیون متر مکعب گاز شیرین شده در روز نه تنها رقیب روسیه بشه، حتی به عنوان یک شریک پایدار انرژی اروپا نقشی در تأمین مجموعه نیازهای انرژی اروپا بازی بکنه. این نقشی است که روسیه با اون مخالف است و با تمام امکاناتش سعی خواهد کرد از تبدیل شدن ایران به یک صادرکننده انرژی، به خصوص صادرکننده گاز به اروپا، ممانعت کنه.
آقای آلفونه، در این روند فسادی که سپاه پاسداران درگیرش هست، آفرینندش هست، اشاره کردید، و چنگالی که در اقتصاد ایران داره، در سفره مردم ایران داره، در سفره کودکان دروازه‌قار تهران داره که به سنار میفروشن، کودکان رو از 3 سالگی روانه خیابون میشن برای کار کردن، نه اینکه کار کردن، گرفتار این باندهایی میشن که از کودکان خیابانی انواع و اقسام استفاده ها رو میکنه. در نزدیکی کاخ آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی، به گفته اطرافیان ایشون، مخلفات ایشون، رهبر مسلمانان جهان، در چند صد متری ایشون کودکان ایرانی خرید و فروش میشن. بزرگتر که میشن توسط باندهای دیگه ای خرید و فروش میشن و به دبی و امثال شهرهای مثل دبی فرستاده میشن، در کنار کاخهای رهبران مسلمانان ایران و جهان. خب در یه همچین فضایی، در یه همچین روند اقتصادی که وجود داره، آقای آلفونه، بابک زنجانی ها که یکی دوتا هم نیستن، اینا ناشی از چه وضعیتی هستن؟ دخالت سپاه در اقتصاد هست از کجا میان؟ بابک زنجانی ها ارتباطشون با سپاه چیه؟ بله، دکتر تقی‌زاده به درستی این بحث رو مطرح کردن که کشورهای همجوار ایران حقیقتا علاقه ای ندارن که جمهوری اسلامی بتونه روابط عادی با کشورهای اروپایی و اروپا داشته باشه، و از همین این تنشی که بین ایران و کشورهای غربی وجود داره بهره میبرن. روسیه پروژه های گازی خودش رو پیش میبره و امکان صدور گاز از ایران به اروپا تقریبا الان وجود نداره. در خلیج فارس منابع گازی پارس جنوبی از طریق کشور کوچک قطر بهره برداری میشه و ایران در عمل از این سهم خودش نمیتونه استفاده کنه، و بر اساس قوانین بین المللی در حوزه های مشترک نفتی و گازی اون کشوری که نخستین سرمایه گذاری رو بکنه میتونه حتی بیشترین بهره برداری رو هم بکنه. پس کشور قطر موفق شده که در طول این چندین سال گذشته به ثروتمندترین کشور دنیا تبدیل بشه، و این بخش اعظمی از سرمایه های ملی ایرانه که از همین جهت از بین میره. و ما صد البته حتی حوزه های مشترک نفتی هم با کویت، عربستان سعودی، عراق و بحرین داریم که متاسفانه اونها بهره برداری میکنن، ولی ما به خاطر تحریم های بین المللی و سیاست های نابخردانه جمهوری اسلامی از استفاده از اونها محروم هستیم. ولی ببینید، من حالا خیلی انتقادی به کشورهای همجوار ندارم. اونها صد البته موظف هستند و انتظار دیگری از اونها نمیشه برد جز اینکه منافع خودشون رو پیش ببرند. اون چیزی که به نظر من به شدت تأثیرآور هستش اینه که یک نهادی مثل سپاه پاسداران که در هر صورت یک نهاد ایرانیه و یکی از بازوهای دولت جمهوری اسلامی، اینطور به حقوق مردم تعرض میکنه و باعث عقب ماندگی ما ایرانیان در عرصه نفت و گاز میشه و سرمایه های ملی ما رو اینطور به باد میده. خب ببینید، این زمانی که همزمان با اینکه سپاه پاسداران سعی میکنه که برنامه اتمی ایران رو جلو ببره، اینها خیلی خوب آگاه هستند که این برنامه از اتمی باعث به تحریم های بین المللی میشه و پروژه هایی که میتونست پیش بره داده میشه به سپاه پاسداران، و سپاه پاسداران هم در عمل نمیتونه این پروژه ها رو به اتمام برسونه. این به نظر من حداقل اگر که چند سال پیش هم برای مردم روشن نبود، امروز همه میدونن که از نظر تکنولوژیک ما واقعا امکانی نداریم که بعضی از این پروژه ها رو خصوصا آفشور، یعنی در خود دریا، پیش ببریم. ولی با این حال سپاه پاسداران ترجیح میده که این پول اندک از خزانه دولت به سپاه پاسداران منتقل بشه. حالا واقعا هم برای اونها فرقی نداره که پروژه نفتی پیش بره یا نره،
پالایشگاهی که دکتر تقی‌زاده گفتن، خیلی از این پروژه هایی که در دوران آقای احمد نژاد افتتاح شده بود، بعد گفتن که این پروژه نه در عمل پمپاژ نفت داره، نه لولش تموم شده، هیچ چیزش تموم نشده بود و پیمان و کار هم خود این خاتم الانبیا بود، ولی اینا بودجه رو گرفته بودن، پروژه رو تموم نکرده بودن. این بابک زنجانی ها هم همون پدیده است. اینها یک سری مفسدین اقتصادی هستند که به بهانه دور زدن تحریم ها پول کلانی به اینها داده شده. و البته حالا ما میگیم بابک زنجانی و امثال ایشون، ولی اینها چهره های شناخته شده هستند، ولی این چهره شناخته شده که تمام این ثروت رو شخصا در اختیار نداشته، بلکه باندهای مرتبط به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در این قضیه سهیم بودن و اونها هم میدونستن که این فقط و فقط بهانه است که ما میخوان تحریم ها رو دور بزنیم. علت اصلی منتقل کردن و واریز کردن ثروت ملی ایران از خزانه دولت به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده و این به نظر من حقیقتی است بسیار تلختر از اینکه کشورهای همسایه ما و همجوار سعی بر این دارند که از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی ما استفاده کنند. اون به نظر من فهمش به نظر من خیلی راحت تر استش تا اینکه ما ببینیم که چه بلایی خود این شرکت ها و وزارتخانه های دولتی بر سر ما ایرانی ها می آورند. آقای تقی‌زاده، پس فردا چهارشنبه قرار مذاکرات کارشناسی بین هیئت جمهوری اسلامی و پنج به اضافه یک شروع بشه در اروپا که هفته آینده مذاکرات در سطح بالاتری خواهد بود. پیش از اون هم خانم کاترین اشتون به تهران رفته، با فعالان حقوق زنان ملاقات کرده که این باعث اعتراض گسترده در عرصه حکومتی ایران شد. اروپا یا داره در حاشیه مسئله اتمی ایران، آیا این امیدی به حل مسئله اتمی ایران داره پیش میاد که چون مسئله حقوق بشر رو گامی به جلوتر داره میبره اتحادیه اروپا در مورد ایران؟ اونجی که آیش آلانگی در منطقه داره شکل میگیره، اتفاق میفته، به شکل دردناکی حاکی از فرصت سوزی های متوالی جمهوری اسلامی است. مملکت ما دارای طبیعتی است که با استفاده درست از اون، با داشتن سیاست های کلان مطابق با منافع ملی، میشد حداکثر استفاده رو در هر وضعیتی از این امکانات برد و این مملکت رو تبدیل واقعا به یک بهشت منطقه کرد. یکی از آخرین فرصت هایی که حالا به وجود آمده در همین بحرانی که جمهوری اسلامی برای خودش و برای مردم درست کرده، واقعه اوکراین و اینکه اروپایی ها به این اندیشه بیفتن که آیا واقعا جمهوری اسلامی عاقل شده، میخواد این برنامه غیر عقلانه اتمی خودش رو کنار بگذاره و به نوعی از امکانات امروزش استفاده بهتری بکنه. خانم اشتون با این نیت دعوت ظریف رو برای رفتن به تهران و بعد بازدید از اصفهان میپذیره که ببینه آیا واقعا همه شاخه‌های حاکمیت با اونچه که دولت تازه جمهوری اسلامی یعنی دولت روحانی اعلام میکنه همسو هستند یا خیر. خب وقتی یک نماینده جامعه اروپا با این وضعیت، دومی شخصیت اتحادیه اروپا به یک کشور مورد انتقاد سفر میکنه، انتظار نمایندگان پارلمان اروپا، انتظار بقیه کمیسیونرهای اتحادیه اروپا این است که خانم اشتون به عنوان نماینده اونها، ضمن اینکه گرم و سرد سیاست داخلی ایران رو میسنجه و نگاه میکنه ببینه آیا در مورد حمایت از حرفها یا سیاستهای دولت هماهنگی در درون نظام وجود داره یا خیر، به سرمایه گذاری دراز مدت میشه با این کشور و با این دولت دل بست یا خیر، مسئولیت اخلاقی طرح نگرانی های جامعه اروپا، جامعه جهانی رو هم داره و این خاص ایران نیست. وقتی آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا میره به چین، در مورد سانسور مطبوعات، در مورد آزادی وبلاگ نویس ها با مقامات چینی صحبت میکنه یا در رسانه های مسائل رو مطرح میکنه. خب ایشون هم وقتی به تهران میره، خانم اشتون، خودش رو مکلف به این میبینه که با دیگر اندیشان در یک حد محدودی
که براش امکانش فراهم هست دیدن بکنه. خب ایشون رفته در سفارت اتریش با خانم نرگس محمدی که وکیل خانم های باهایی و یکی از زنان مبارز درون جامعه ایران هست ملاقات میکنه، با مادر آقای ستار بهشتی که در زندان به قتل رسیده ملاقات میکنه و حتی از علنی کردن این ملاقات هم خودداری میکنه. ولی میبینیم که این دیدارها با واکنش های تند حاکمیت جمهوری اسلامی رو برو میشه، در حدی که امروز آقای مسعود جزائری که یکی از پاسدارهاست و عنوان معاونت ستاد مشترک نیروهای مسلح اسلامی رو یدک میکشه، عنوان خیلی زشتی به این دگراندیشان داده و خانم اشتون رو متهم کرده به کار خلاف و حتی به عنوان یک حقوقدان بین المللی تفسیر کرده دیپلماسی جهانی رو و گفته که اقدام خانم اشتون برای دیدار با این شناخته شده ها که لفظ زشتی از یادآوری اونها به کار برده، دیپلماسی جهانی رو زیر پا گذاشته و این کارش خلاف قوانین حقوق بین المللی است و گفته بایستی که حاکمیت جلوی این اقدامات بگیره. این همون آقای جزائری است که 3 ماه پیش آقای خامنه ای به او و بقیه همپالگی‌هاش دستور داده بود در سیاست دخالت نکنند. اگر مخالفت با رفتن نماینده سیاسی اروپا به ایران، علنی کردن این مخالفت و اعلام ضرورت مقابله با اون و به کار بردن زشت‌ترین الفاظ در تعریف این سفر سیاسی میتونه برای معاون فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجه باشه، چه جایی واقعا موجه نیست که اون رو بشه دخالت سیاسی نظامی ها تلقی کرد. میبینیم که وقتی جناح‌های قدرت به خصوص نظامی ها مصلحت خودشون میبینن، پشیزی حتی برای حرفای رهبر جمهوری اسلامی هم ارزش قائل نیستن. اینها فرصت سوزی هایی است که حتی اگر دولت یقینا دلسوزی این کار رو هم داشته باشه و بخواد مجالی برای ایران فراهم بکنه به عنوان رقیب انرژی روسیه در اروپا با استفاده از بقایای اوکراین، فرصت تازه‌ای که واگذاری بخشی از برنامه‌های اتمی ایران برای دولت فراهم کرده، در مقابلش گرفتن امتیازهای اقتصادی و یک نماینده‌ای از اروپا میره ببینه که آیا در مورد این سیاست‌ها هماهنگی وجود داره، میشه از این امکانات فراهم شده در جامعه جهانی برای کمک به ایران استفاده کرد. خود این عوامل در داخل خودزنی میکنن و در جهت حفظ منافع گروهی و قبیله‌ایشون منافع ملی و منافع جمعی رو ندیده میگیرن و باز شروع میکنن به ادامه فرصت سوزی هایی که واقعا جمهوری اسلامی قهرمان اون هست. خب این آقای سعید جزائری که معاون رئیس ستاد کل نیروهای مشترک هست، معاون فیروزآبادی به طور خلاصه و در امور فرهنگی هست، همون کسی هم هست که حدود 2 هفته پیش توصیه کرد به آمریکا که اجازه بدین ایالت‌ها در امور داخلی خودشون خودمختار باشن. دولت مرکزی آمریکا رو جنایتکار خونده بود، گفت نمیذاره ایالت‌های آمریکا در امور داخلی خودشون مستقل باشن، خودشون برای امور خودشون تصمیم بگیرن. یک همچین مقامی که معاون یک مقام گنده‌تر از خودش هستن، فیروزآبادی، حتی ابتدایی ترین که صحبت از دیپلماسی بین المللی میکنه حتی اطلاع نداره که در آمریکا ایالت ها دارای دولت محلی هستن، مجلس محلی هستن در امور خودشون. اصلا اسم این کشور ایالات متحده آمریکا هستش، ایالاتی که به هر حال استقلال خودشون داره. حرفایشون خوب در مورد خانم کاترین اشتون هم که آقای طرزاده اشاره کردن. در عرصه فعالیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی که عمده اون ترور هست، آقای علی آلفونه، سپاه پاسداران در خارج از کشور چه نقشی داره؟ در اون چیزی که در عراق می‌گذره با حمایت دولت نوری المالکی و در اروپا و جاهای دیگه، سپاه پاسداران و در سوریه، در لبنان، در کشورهای عرب خلیج فارس، از شما میشنویم. بله، خصوصا در پس از به قتل رسیدن دانشمندان اتمی در ایران، یک موج جدیدی از حملات تروریستی، حملات انتقام جویانه رو ما دیدیم
که از طرف وزارت اطلاعات و بیش از اون سپاه پاسداران طراحی شده بودند که اکثر این حمله ها و برنامه های تروریستی اتفاقا ناموفق هم بودند. اون حمله تروریستی در تایلند که یک وضع مضحکی گرفت که این دوستان سپاهی عکس خودشون رو با بانوان تایلندی در فیسبوک منتشر کرده بودند و چه مسائل دیگری که واقعا گفتنی نیست، یا طرح به قطع رساندن سفیر عربستان سعودی در واشنگتن که اون طرح هم لو رفت، طرحهایی که در آذربایجان داشتند در هندوستان فقط و فقط موفق شدند که همسر معاون شماره سوم سفارت اسرائیل رو زخمی کنند. خب این حمله ها واقعا حمله های مضحکی بود که یک نشون میده که رقابت بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برای انجام و برنامه ریزی حملات تروریستی وجود داره در خارج از کشور. دو، اینکه هیچ همکاری بین این دو نهاد وجود ندارن، یعنی اینکه حتی یکدیگر رو از برنامه ها آگاه نمی کنن. مثلا حمله بلغارستان یک حمله نبود، دو حمله بود که یک حمله تحت نظر وزارت اطلاعات بود و دیگری سپاه پاسداران و حزب الله لبنان. و یک مورد سومی که به نظر من اشاره کردن به اون خیلی مهم هستش اینه که عملیات تروریستی سپاه پاسداران هر چقدر و حتی وزارت اطلاعات هر چقدر ما از نظر جغرافیایی از ایران دورتر میشیم، فعالیت ها برای این نهادها فوق‌العاده دشوارتر میشه و برنامه ها ناموفق‌تر. پس به نظر میرسه که این نهادها نیت ترور رو دارن ولی آمادگی کافی رو ندارن برای انجام این برنامه ها و بین خودشون هم رقابت عجیبی وجود داره. بعد از یعنی در دوران زمامداری آقای روحانی به نظر میرسه که این برنامه ها تا حدی اگر تعطیل نشده باشن فعلا متوقف شدن، به خاطر اینکه این اگر که این برنامه ها ادامه پیدا کنند چالش بزرگی میشه برای دیپلماسی اتمی آقای روحانی و آقای ظریف. ولی ترس من اینه که سپاه پاسداران برای اتفاقا سابوتاژ کردن سیاست خارجی دولت روحانی سعی بر این داشته باشه که چند تا حمله دیگه هم اتفاقا انجام بده. یعنی اگر امکان به توافق جدی رسیدن در ژنو وجود داشته باشه، خطر حمله اتفاقا بالا میره، چون که اصولا این با منافع گروهی سپاه پاسداران همخوانی نداره که نظام جمهوری اسلامی به یک توافق جدی با غرب برسه در مورد مسئله اتمی. یک، با خاطر اینکه خب صد البته اونا میخوان برنامه اتمی پیش بره، و دو، اینکه هر توافقی رو به نظر بدید باخت و بازنده به اون نگاه میکنن. پس من اتفاقا در مورد آینده نزدیک خیلی نگران هستم. یکی از وعده هایی که آیت الله خمینی داد در نخستین سخنرانی خودش در بهشت زهرا از زبون خود آیت الله خمینی میشنویم درباره آب و برق. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت هست یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن. خب بمیگیریم تفسیر خبر رو. آقای دکتر تقی‌زاده، شنیدیم آیت الله خمینی نگران این نباشید که ما فقط آب و برق و اتوبوس مجانی میکنیم، حتی آخرت شما رو هم درست میکنیم. آخرت حالا نامعلوم، اما آب و برق شب عید 20% گرون شد در جمهوری اسلامی. وزیر دارایی هم آقای طیب نیا هم یه گزارشی داده که برای تورم وضعیتش بهتر شده و در سال آینده هم به کمتر از 20% میشه یا 20% خواهد رسید. من چی هست؟ چرا شب عید این همه گرونی؟
تضادی که در گفته های مسئولین دولت به چشم میخوره خیلی آشکاره. دولت در شرایطی از پایین رفتن تورم صحبت میکنه که همونطور که شما اشاره کردید قیمت هایی که اثرگذار در نرخ تورم هستند و در اختیار دولت هست رو افزایش میده، من جمله نوید یا تهدید بالا بردن قیمت بنزین و همینطور قیمت برق که به هر حال هدف نهایی این است که درآمد بیشتری برای دولت تامین بکنه، این هزینه از جیب مصرف کنندگان و بیشتر طبقه متوسط خواهد رفت و اثر وضعی بر تشدید تورم خواهد داشت و نه کاهش اون. و دولت نمیگه در چه زمینه هایی نرخ تورم رو پایین آورده، کدوم بخش از خدمات یا کالاها در ایران ارزانتر شدن در طول 2 ماه گذشته، 3 ماه گذشته که حالا بشه به این نتیجه رسید که نرخ تورم مثلا یک شبه 10% پایین آمده، از 44% رسیده به 34%. البته در این گفته به نوعی تقلب هم میکنن و با عنوان کردن تورم نقطه به نقطه که به نوعی از زیر بار حقیقت شانه خالی کردنه، یعنی اینکه در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته یا سال قبل از اون تورم چه نوسانی داشته، نتیجه میگیرن که در اردیبهشت امسال تورم نقطه به نقطه مثلا 5% پایین اومده، در حالی که تورم یک نرخ روند افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی است به نسبت درآمد مردم در یک سال، حالا این سال یا شمسی است برای ما یا میلادی است برای کشورهای مسیحی، که این توضیح رو هم دولت نمیده. من خیلی آقای چارلنگی مخالف افزایش قیمت سوخت در ایران نیستم، برای اینکه وضعیت سوخت در ایران به نحوی است که در کنار فرصت سوزی های جمهوری اسلامی باعث از میان بردن منابع ملی ایران میشه و به غیر از اینکه یک زیان اقتصادی کلان مستقیما به مردم وارد میکنه، باعث آلودگی محیط زیست هم هست. ولی آقای استقیزاد در ایران شکل سیاسی پیدا کرد و دولت هم با اون همسو شده، ولی با وجود مخالفت با افزایش قیمت سوخت، بنزین، گازوئیل، برق، گاز مصرفی در خونه ها، نمیشه این رو تجویز کرد که دولت مخیره چون این کار درسته یا کار دولت قبلی یا اقدامات و سیاست های قبلی غلط بوده، یک شبه یک افزایش جهشی به قیمت ها بدن و بالاتر از اون اینکه محل درآمد مردم رو اصلا بهش توجهی نکنن. به نسبت افزایش درآمد مردم، حالا یا حقوق بگیر بخش خصوصی یا دولت هستن و یا کاسبکار و صاحب صنعت و کشاورز، به نسبت افزایش قدرت خرید اونها طبیعتاً بایستی به صورت پلدکانی افزایش قیمت‌های انرژی رو ما شاهد باشیم. به نوعی مالیات مستقیم است که دولت از مردم میگیره. در شرایطی که اقتصاد وضعیت اسفبار امروز رو داره، بایستی که در جهت کاهش مداخله دولت، کاهش قیمت‌ها، کاهش اعتبارات دولتی قدم برداشت و حتی اگر لازم باشه کاهش مالیات‌ها و نگرفتن مالیات اضافه از مردم به صورت افزایش قیمت انرژی به صورت یک شبه. الان 400 تومان برای هر لیتر قیمت ترجیحی سوخته و در فاصله 5 روز یک بار این قیمت میشه 1000 تومان، چیزی در حدود 120% یا 200% افزایش قیمت، که این در هیچ اقتصاد متعارفی قابل توجیه نیست. اون چیزی که در اروپا صورت میگیره افزایش مثلا بعد از هر سال بودجه‌ای ممکن است که 2 پنس یا 3 پنس به قیمت بنزین یا سوخت گازوئیل است یا بنزین در اروپا بریتانیا اضافه بشه و این مالیاتی است که دولت از تولید کنندگان و فروشندگان سوخت میگیره. به هر حال اونچه که اتفاق افتاده درسته که هدف پشت اون میتونه قابل توجیه باشه، ولی نحوه اجرای اون نحوه غلطی است و بدون شک مردم رو ناراضی تر خواهد کرد و اقتصاد ایران رو نمیتونه با این اقدام خاص و در نظر نگرفتن بقیه مجموعه عوامل مؤثر به مسیر درستی هدایت بکنه. آقای آلفونه، به سپاه پاسداران اشاره کردیم و مورد بحث بوده توانایی های اقتصادی، یعنی
بهرمند شدن، یعنی به کلمه دیگه راحتتر بگیم غارت اموال عمومی، ثروت های ملی توسط سپاه پاسداران. آیا تمام اعضای سپاه پاسداران از فرماندهان ارشد گرفته مثل جعفری و بقیه تا بیایم به اون پاسداری که تو خیابون شماقدار حکومت هم هست اندر لزوم، همه اینا به یه نسبت بهره‌مندن؟ نه نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه اینطور نیست. خیلی از پاسدارانی که در روند جنگ با عراق مجروح شدند و باید تحت الحمایه بنیاد شهید و جانبازان باشند، متاسفانه از حد اقل امکانات بهرمند هستند. خیلی از اعضای بسیج و سپاه پاسداران کماکان از محرومترین اقشار جامعه ایران هستند و به هیچ وجه از سودی که سپاه پاسداران به اون رسیده بهرمند نیستند. و اصولا به نظر من نباید کلیگویی کرد که تمامی اعضای سپاه اینطور هستند. خیر، متاسفانه یک فرماندهی به شدت فاسدی در سپاه وجود داره، ولی اکثریت اعضای این نیروی نظامی همانند اکثریت مردم خود ایران هستند که اتفاقا بین اونها هم نارضایتی وجود داره. ولی یکی از دلایلی که کماکان از سپاه پاسداران و نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنن این است که یک، میگویند که ما مخالف آشوب هستیم، و دیگر اینکه آلترناتیوی هم نمیبینند. و شاید اجازه بدید این مسئله را هم من به اون اضافه کنم، اینکه اعتقاد دارند که اگر که مخالفین حکومت در خارج دم از انتقام جویی میزنند و میگویند که ما زمانی که به قدرت برسیم همه این آخوندها یا تمامی کسانی که از این نظام دفاع کردن رو از تیر و چراغ برق آویزون میکنیم، خب این چنین سناریویی برای تمامی اعضای سپاه و تمامی کسانی که برای این حکومت کار میکنن سناریوی وحشتناکیه و از همین جهت هم از نظام کماکان دفاع میکنن. کسی الان دیگه این حرفا رو نمیزن آقای چالنگی. شما بعضی از این برنامه های تلویزیونی همکارانتون در لس آنجلس رو نگاه کنید. ما همکاری به اون شکل نداریم. نه فرمایید. متاسفانه. نه اجازه بفرمایید. برگردیم به بحث اصلی. یعنی اینکه وضعیت اقتصادی سپاه پاسداران. این آدم های عادی سپاه رو میفرمودید که آیا واقعا، چون من خود من خبر دارم. واقعا خبر دارم عضو سپاهی که متاسفانه ناچار شده کلیهش هم بفروشه برای داستان. اجازه بدید من این قضیه رو براتون حفرت کنم. آخرین سفری که من به ایران داشتم، ما یک رانندهی رو ما از کمکشون استفاده میکردیم که بریم مناطق جنگی در نزدیک اهواز و دسپول و خرمشهر و غیره رو ببینیم، و این راننده بیچاره تکسرفه های خاصی داشت و من در این مقطع ازش پرسیدم که این سرفه های شما به خاطر چیه، و گفتش که من شیمیایی شدم. گفتم که خب بنیاد شهید دولت برای شما چه میکنن؟ گفتش که تقریبا هیچ، و من درآمد خودم رو از همین این شوفری و تاکسیرانی میگیرم و متاسفانه دولت به ما کاملا بی‌اعتنایی میکنه. گفتم شما چرا چیزی نگفتی به ما که این سرفهات به خاطر این قضیه است؟ ما برای دیدن آثار جنگ اومدیم، خود شما خب بالاخره شاهد زنده هستید، هیچی شما نگفتید. و ایشون به من گفت آقا کو گوش شنوا، کسی حتی نمیخواد در مورد درد و آلام ما چیزی بشنوه. و این به شدت حرف ایشون من رو تحت تأثیر قرار داد و با خودم فکر کردم که صد البته این تنها عضو سپاهی نیست که دچار چنین مشکلاتیه و سپاه پاسداران حتی به ایشون هم توجه نمی‌کنه. بله آقای تقی‌زاده، من یک دقیقه وقت داریم. اقتصاد ایران اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه چه آینده‌ای در برابر خودش داره؟ در کمتر از یک دقیقه بفرمایید، ممنون میشم. بدون تردید در درجه اول از خودش و از امکانات خودش عقب میمونه، و در درجه دوم از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه. وضعیت فعلی ایران از نظر اقتصادی با کشورهای فقیری مثل افغانستان قابل مقایسه است، ولی کشورهای حتی از زیر بار جنگ بیرون آمده نظیر عراق
با سرعت در حال پیشی گرفتن از ایران هستند. وقتی دولت هدف خودش رو برای سال جاری رسیدن به رشد صفر معرفی میکنه و بی تردید از رسیدن به این هدف هم باز میمونه، یعنی اقتصاد هر سال کوچکتر از سال گذشته میشه، نشون میده که سیاست های کلان رژیم و حاکمیت سیاست هایی هستند خلاف منافع ملی، و این نتیجه است که امروز مردم از عوارض اون برخوردارن و آینده در صورت ادامه وضع موجود روشنتر از امروز نخواهد بود. سپاسگزار هستیم آقای دکتر رضا تغییرزاده در انگلستان، با سپاس بسیار. آقای علی آلفونه گرامی سپاسگزار هستیم و امیدواریم در برنامه های آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشیم، با سپاس بسیار. و ما اگه تا کنون روحانیون ملایان شیعه بر منبر از این سخن میگفتن روایت از پیامبر اسلام که خیر الامور اوسطها، یعنی میان روی و اعتدال بهترین امور هست، امروز آقای جوادی آملی از روحانیون دولتی از ارکان حکومت فقیه فتوایی صادر کردن که میان روی و اعتدال از پسترین رزالت هاست. گفتیم که بدانید آنهایی که نخوندن این خبر. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری، الوند، کوکوساران، دنا و دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.